خانم میهندوست، حدود یک سال قبل من با برادر شما آقای نوید میهندوست مصاحبه کردم در مورد حکم 3 سال زندانی که گرفته بودن و چند روز بعد متاسفانه این حکم اجرا شد و ایشون از اون زمان در زندان اوین هستند. از اون زمان شما صدای ایشون بودین، نمایندهشون بودین و در مورد وضعیتشون اطلاع رسانی کردید. به ما بگین که توی 1 سال گذشته نوید میهندوست در چه شرایطی به سر برده و آیا تغییری در پرونده ایشون ایجاد شده از 1 سال گذشته یا خیر؟ عرضم به خدمتتون که نه تغییر خاصی که در پروندهش ایجاد نشده، با همون حکم 3 سال نوید الان در زندانه. تو این مدت از طرف پدرم ما یه درخواست عفو دادیم که متاسفانه رد شد و حالا دلیلشون هم این بود که من باید حتما 1/3 حکمش که 1 سال هست رو گذرونده باشه، که الان اون سپری شده با احتساب اون 2 ماهی که در بازداشت بوده و ما مجددا تقاضای عفو دادیم و الان منتظر جواب هستیم. اما نکته مهمی که من میخوام اینجا راجبش صحبت بکنم اینه که پدرم خودش به صورت حضوری به خانه سینما مراجعه کرده، من اینجا تلفنی با اعضای خانه سینما در ارتباط بودم و ازشون خواستیم که لابی کنن و حمایت بکنن از نوید و کاری براش انجام بدن، و به دلیل اینکه در زمان حتی مدیریت سابق هیئت مدیره خانه سینما آقای اسکرپور، ببخشید آقای شاهسواری، ایشون بسیار تلاش کردند و تونستن در نهایت تا جای ممکن اجرای حکم نوید رو به تعویق بندازن، اما در زمان مدیریت فعلی آقای اسکرپور متاسفانه هیچ جواب واضحی به ما ندادن. معتبر حرفشون اینه که ما پیگیر هستیم، ولی متاسفانه نه بیانیه ای صادر کردن نه حمایت علنی از نوید به عنوان یک صنف کردن. به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا این روالیه که خانه سینما برای همه زندانی، همه سینماگران سیاسی که محکومیت زندان دارن در پیش میگیره، یا تفاوتی هست در رفتاری که دارن؟ ببینید، متاسفانه ما میدونیم که خانه سینما به معنای واقعی یک ارگان صنفی نیست، به دلیل که ارگان صنفی باید بودجش رو از اعضاش تامین بکنه و تا بتونه مستقیم حمایت بکنه ازشون، اما میدونیم که بودجه خانه سینما از وزارت ارشاد تامین میشه. اما رزومهشون نشون داده که در مورد سینماگرای مطرحی مثل آقای رسولوف، آقای پناهی، اینها خب از ارتباطاتشون استفاده کردن، حمایت کردن، بیانیه دادن و در پرونده هاشون دخالت کردن. من فکر میکنم خب براشون این مهم بوده امتیازش اعتباری برای خودشون بخرن، کسب بکنن، به دلیل که این سینماگرا در عرصه جهانی مطرح بودن، ولی در مورد نوید این کار رو نکردن، حداقل تا الان این کار رو نکردن. من حالا گمان دیگه که خودم دارم اینه که به دلیل اینکه اسم خانم مسیح علی نژاد توی پرونده نوید مطرحه، اینها حالا بیشتر محافظه کاری میکنن، ولی گلایه مستقیمی که حالا من به عنوان خواهرش دارم و همینطور نوید داره اینه که اینها با ما روشن و شفاف نیستن، انگار ما رو دارن بازی میدن، حالا یا خودشون دارن بازی میخورن از طرف وزارت اطلاعات، اونها بهشون جواب درستی نمیدن، یا اینکه متاسفانه خانه سینما داره ما رو بازی میده، که اگر اینطور باشه واقعا مایه تاسف و شرم آوره. شما به جز پیگیری هایی که با خانه سینما داشتید و مصاحبه هایی که داشتید، در 1 سال گذشته تو چه زمینه هایی فعالیت کردید برای اطلاع رسانی در مورد وضعیت نوید میهندوست؟ اون زمان که نوید به قید وثیقه آزاد بود، شروع کرد به ساختن یک فیلمی به اسم کافه به صورت زیرزمینی، و خب چون میدونست که باید برای اجرای حکمش خودش معرفی بکنه به زندان، من شروع کردم فیلمش رو فرستادن به جشنواره‌های مختلف. نوامبر پارسال فیلم اولین اکران جهانیش رو داشت در جشنواره تسالونیکی یونان، که من اونجا حضور پیدا کردم و سعی کردم که صدای نوید باشم.
بسیار هم تجربه موفقی بود، فیلم دیده شد و از همون طریق هم ما تونستیم یک پخش کننده ایتالیایی پیدا بکنیم و از اون طریق هم در بازار فیلم برلین شرکت بکنیم که من باز خودم اونجا حضور پیدا کردم و سعی کردم صدای نوید باشم. و در اکتبر امسال هم قراره که فیلم در یک جشنواره در مقدونیه پذیرفته شده که باز من اونجا قرار حضور پیدا بکنم. یک پلتفرم برزیلی فیلم رو خریداری کرد و همونها هم امسال یک دوره جشن، اولین دوره یک جشنواره به اسم Incredible Film Festival رو دارن انجام میدن که از اول آگوست شروع شده و تا 14 ادامه داره و من الان هم از همون سفر برگشتم. اکران اول رو فیلم داشت در اول آگوست، بسیار موفق و من در افتتاحیه اون جشنواره حضور پیدا کردم راجب نوید و همینطور راجب بقیه سینماگرای مستقل که با چه مشکلاتی مواجه هستن صحبت کردم و استقبال از فیلم هم خیلی خوب بود، حداقل در روز اول اکران که من اونجا بودم فیلم سولدات شده بود و حالا امیدوار هستیم که بقیه اکران ها هم به خوبی پیش بره. این فستیوال بخش تنها یه بخش داره، بخش مسابقه منتخب مردمی که حالا آخرین اکران رو که ما 14 آگست داریم باید ببینیم که نتیجه چطور خواهد بود. یه ویدئویی منتشر کردید این اواخر و درباره درخواست بازجو نوید میهندوست که صحبت کردین ازش در دوره بازداشت اولیشون و توضیح دادید که چه اتفاقی افتاده و پاسخ آقای میهندوست چی بوده. در این باره ما توضیح میدید؟ بله، من مستقیم در جریان این اتفاق بودم. اتفاقی که افتاد این بود که زمانی که نوید به قید وثیقه آزاد شد، خب مرتبا بازجو ازش میخواست که حضور پیدا کنه در جلسات بازجویی و اینها ازش میخواستن که با مسیح علی نژاد تماس بگیره و بهونه فیلم مستند جدیدی بسازه و با ایشون در تماس باشه. حالا اینکه پشت پرده چی بود و برنامه اینها چی بود رو ما نمیتونیم، ولی جالبیش این بود که این ماجراها همزمانی پیدا کرد با افشای ماجرای روبودن خانم مسیح علی نژاد که FBI تونست جلوش رو بگیره و این دقیقا توی اون دوره اتفاق افتاد. زمانی هم که این خبر منتشر شد، حالا قبل اون نوید دیگه مستقیم به بازجوش گفته بود که من حاضر به همکاری نیستم و دیگه بعد اون هم که دیگه حکمش رفت به اجرای احکام و شروع کردن حساباش رو مسدود کردن و دیگه مجبور شد که خودش رو به زندان معرفی بکنه. ولی اینکه واقعا پشت پرده چه برنامه ای بوده اونها هیچ وقت صراحتا که به ما نگفتن، ولی خب این همزمانیه اتفاق جالبی بود. فکر میکنید که به صورت کلی این مسئله سیاسی کردن فیلمسازی سینماگران و زندان رفتنشون آیا اصلا میتونه محدود کنه سینماگران رو، به توجه به اینکه در ارتباط مستقیم هستید با آقای میهندوست؟ فکر میکنید تونسته فعالیت هایشون رو محدود کنه یا باعث توقف فیلمسازی ایشون بشه؟ من حداقل در مورد نوید میتونم صحبت بکنم که اینطوری نبوده. نوید اولا اصلا از اساس این حکم رو قبول نداره، حتی تقاضای عفوی هم که ما دادیم خودش باهاش موافق نیست، به دلیل اینکه معتقده که من جرمی مرتکب نشدم که حالا باید تقاضای عفو و بخشودگی بکنم. به همین دلیل هم در زمانی که به قید ضمانت آزاد بود و منتظر دادگاهش بود و بعد دادگاهش هم که برگزار شد که حکم هم گرفت، باز به کار خودش ادامه داد، در صورتی که حالا به صورت قانونی میتونست که نمیتونه کار بکنه. البته خب ممنوع الکار نشده بود، اما به هر حال چون موضوع فیلمنامه موضوعی نبود که بتونه مجوز رسمی از
حکومت بگیره. و خب حداقل نوید کارش رو متوقف نکرد، به کارش ادامه داد. از اون همونجا هم که به قید ضمانت آزاد بود به من این وکالت رو داد که من صداش باشم و تمام واقعیت هایی که اتفاق افتاده برای خودش و حالا مشکلاتی که در حین فیلمسازی فیلمسازان دیگه باهاش مواجه هستن از جمله خودش رو عنوان بکنم. هیچ ترسی از این نداشته و در زندان هم داره فعالیت های فرهنگیش رو ادامه میده. اونجا فیلمنامه ای نوشته، فیلمنامه جدیدی نوشته و همینطور داره کارهای فرهنگی میکنه. در کتابخونه اونجا بسیار فعاله، حتی آموزش میده و داره به کارهاش ادامه میده.